خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروهی را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق آنها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته می شد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براست سینه ها آمدگی و دستها در پسی سر بستگی، مار و کژدم آنها را عذاب می داد. چهارم طایفه ای که دیدم فقط از سینه ها کشال بودند. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوب بود، بدنها بدنی خر بود. لیکن هفتم طایفه ای که دیدم همگی زنها مثل سگ بودند. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالن، اینها دخترهای هستن که در دنیا نام مسلمانی داشتن، رای که رویمال نداشتن. اینها سرهای لوچ بودن. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنن، مردهای بیگانه راحت میکردن. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زینا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا ان همون طایفه های هستن که در دنیا موی سری خود مردهای بیگانه را نشان دادن. اینها را خدا به همین خاطر از مویهایشان آویزان کردن. گفت دویم طایفه ای که از زبان کشال بودن، فاطمه میپرسد اونها چی گونه بودن؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودن و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته می شد، زنهای بودن که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار می دادن، با شوهرها جنگ و جنجال می کردن، شوهرها را لازم می شد دهنی اونها گفتن نام می بردن. امروز جوانای ما اونقدر با ایمان شدن که از من سوال می دهد اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق می شود یا نمی شود، من می گویم همین معامله را کی کرد؟ می گوید عائله من بر من کرد. تو چی؟ من توقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانهایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوانها صادر میکنم.